امشب برای تو یه هدیه آورده. برای من؟ بله. بله. بابا رفیقم باندی شما بود کردید. حسابا من داشتم می‌دیدم پشت صحنه، گفتم اه یه چیزی هم گفتم، گفتم پژمان باز دوباره این کار. بعد بچه‌ها گفتم آورده برای شهاب، گفتم ای خب به منم گفتم من دست خالی نمی‌برم دیگه. یه توضیح من بدن راجبش. آره. تو حدس بزنه یا نه میدونم توزیبه. حالا حدسش این چیزی بود که تو خونه داشتم. خب برای اینکه اولا قرنطینه است، همه جا تعطیله، یعنی اون چیزی رو که من می‌خواستم بیارم مال خودمه، یعنی با عشق آوردم براش. اینکه حالا حدس بزن. خیلی سخته آخه. بوم؟ نه. بوم؟ نه. بوم چرا؟ فکر کنم برای ست ارتشی کامبیز یه ست نارنجک براش آورد. آره، کمربند انفجاری آورد. یه کوچولو رو راهنمایی کنی در حد مثلا چیه میدونم آخه؟ جواب میدونه تو چیه؟ نه من نمیدونم. مجسمه هم میتونه باشه، ولی تو خونه مجسمه هم میتونه باشه. بذار بازی کن. آها بازی کن. آها پانتومیمش. خب یک کلمه است. خب یک کلمه است. کلاه. خب کلاه کاسکت، کلاه موتور سواری، کلاه دو چرخ سواری، کلاه اونو فراموش کن. خب اونو فقط راهنمایی. خب موتور، خود موتور، ما مجسمه موتور. آها مجسمه موتور. دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم. مرسی، دمت گرم، خیلی ممنون. مرسی. خیلی باله. انشالله دو سال دیگه واکسن اومد ما چند کن برده. خیلی باله. خیلی باله. خیلی خوشم. این تو دکور خونه خودم بود. آره من نداشتم. آره و چه هارلیه. آره چون خسته کلاسیکه. آره. قشنگ. دیتونا. مدل دیتونا هی نه؟ بزن بریم صفا. فکر میکنم آره. آره. مرسی. محکم بیشی باد نبره. مرسی آقا حسینی. من چه قضاوت بی جایی کردم. گفتم این پژمان کاش به من میگو من دست خالی نمیومدم. ولی ببین بازیگر خلاق اینجوری ها. آفر. این همه شب من اینجا نشستم به ذهنم نرسید که حدس این هدیه میتونه به طریقه پانتومی مشا بشه. امشب پژمان یه بخش به برنامه ما اضافه کرد. جایزه بازیگری.